فیلم عاشقانه امروز دانجو محصول سال 2013 است. قبل از اینکه بخوام داستان رو شروع کنم بگم اسپویلر در پیشه و کل داستان قرار لو بره. پسر جوونی به اسم جان رو داریم که معتاد به پرنه، هر روز خودارضایی میکنه و عاشق سکس هست. مهمترین چیزا واسه جان توی زندگی تمیزی خونش و رسیدگی به خودش و ورزشه. جان توی بار کار میکنه، واسه همین خودش هم راحت میتونه دختر رو تور کنه و ببره خونش. با خیلی ها رابطه داشته، اما مسئله اینه که اون دخترها کارهایی که جان توی رابطه ازشون میخواد رو انجام نمیدن. جان هم نمیتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه و از رابطه های جنسیش اصلا لذت نمیبره. به خاطر همین باز برمیگرده به دیدن پورن. یه روز که دوستاش میان پیشش، مثل همیشه دخترها رو برانداز میکنه و بهشون از 1 تا 10 امتیاز میدن. یه دختر به اسم باربارا توجه جان رو جلب میکنه و میگه امتیاز این دختر 10. بعدش هم جان میره باهاش حرف میزنه و میخواد وسوسش کنه و مخشو بزنه که واسه یه شب با هم باشن، اما باربارا میگه دنبال یه رابطه جدی و میره. جان هم که به هیچ جاش حساب نمیکنه میره با یه دختر دیگه سکس میکنه و بعدش هم میره پورن ببینه. روز بعد میره به کلیسای همیشگیش واسه اعتراف و میگه این هفته با چند تا دختر بوده و چند بار پورن تماشا کرده. بعدش هم میره خونه پدر مادرش واسه نهار. اونجا با پدرش بحثش میشه. خواهرش هم که همش سرش توی موبایله. مادرش هم میگه بهتره با یه دختر خوب قرار بذاره. جان اون شب میره سراغ پورن و فردا که دوستش میاد دیدنش، جان میگه از اون دختر لباس قرمز توی بار خوشش اومده و میخواد باهاش قرار بذاره. پرسجو میکنه تا گیرش بیاره. میفهمه اسمش بارباراست. توی فیسبوک هم پیداش میکنه و واسه نهار دعوتش میکنه. با هم میرن سر قرار و مشخص میشه دخترم از جان خوشش اومده. بعد باربارا میبرتش سینما یه فیلم رمانتیک ببینن، اما جان اصلا از فیلم خوشش نمیاد. بعد از تموم شدن فیلم همدیگر رو میبوسن و باربارا میره خونش. بعد از اون جان باز با دختره قرار میذاره و این بار میخواد باهاش رابطه داشته باشه، اما باربارا میگه میخواد یه رابطه جدی باهاش داشته باشه، نه فقط سکسی. به جان هم میگه میخواد خانواده‌اش رو ببینه و همینطور میگه درسش رو ادامه بده و شبا کلاس برداره تا بتونه شغل بهتر پیدا کنه. جان هم که انگار از خودش بی خود شده همه رو قبول میکنه. همون شب جان با عکسای باربارا خود ارضایی میکنه. جان خودش هم میدونه که فقط میخواد با دختره رابطه داشته باشه و عاشقش نیست. چند روز بعد با دوستاشون میرن بیرون. با اینکه یه ماه از دوستیشون گذشته، اما باربارا هنوز نذاشته جان باهاش رابطه داشته باشه. جان به خانواده‌اش هم میگه که با یه دختر قرار میذاره. یه روز باربارا به جان زنگ میزنه و میگه امشب میخواد بیاد خونش. جان هم بالاخره به چیزی که میخواد میرسه و خوشحاله. توی صحنه بعد جان موقع رفتن به کلاس زنی به اسم استر رو در حال گریه کردن میبینه، اما توجهی نمیکنه و میره. شب باربارا میاد خونش و جان میره تو کارش، اما مثل همیشه از رابطش لذتی نمیبره و میره سراغ پورن. باربارا سر به زنگاه مچشو میگیره و خیلی شوکه و عصبانی میشه. میخواد بره که جان یه سری بهونه میاره و میگه دوستش این ویدیو رو واسش فرستاده بود و قول میده دیگه تماشا نکنه و اینا. دخترم قبول میکنه. جان به تماشای پورن ادامه میده. الانم که دیگه باربارا هم میاد خونش، جان مجبور میشه سر کلاس پورن ببینه. یه روز استر میفهمه و میاد و پیشش میشینه. میخواد سر صحبت رو باهاش باز کنه، اما موفق نمیشه. جان باربارا رو میبره به خانواده‌اش معرفی کنه. بعدش که جان میره سر کلاس، استر میاد و موضوع صحبتشون میشه پورن. جان میگه پورن نمیبینه و دوست دختر داره. چند روز بعد که جان با باربارا میره خرید، میخواد یه سری وسایل واسه تمیز کردن خونش بخره که دختره میفهمه و میگه خودش نباید خونه رو تمیز کنه و باید خدمتکار بیارن و این حرفا، که همونجا سر این قضیه بحثشون میشه. بعدش عصر همون روز که جان میره کلاس، یادداشت‌هاشو میده به استر. بعد میاد سر صحبت رو باز کنه و درباره خانواده و دوست دخترش میپرسه، اما جان خیلی عصبانی میشه و میره. جان که میرسه خونه باربارا با عصبانیت منتظرشه. هیستوریشو پاک نکرده بود و باربارا پورنا رو پیدا میکنه. جان میخواد متقاعدش کنه که آقا جان تماشای پورن عادی و اشکالی نداره، اونم مثل تماشای فیلمه. با هم بحثشون میشه. باربارا هم باهاش به هم میزنه و میره. جان هم میره سراغ پورنهاش. از اونجایی که جان علاقه به باربارا نداشته، خوشحالی که اون رفته. حالا میخواد زندگیش به حالت نرمال برگرده و هر کاری میخواد میکنه. مثل قبل، شبا میره بار و اونجای دختره چشمشو میگیره و با هم میرن خونش. روز بعدم راننده ماشین جلوی میره رو اعصابش و شیشه ماشین طرفو میشکونه.
بعد واسه یه نهار میره خونه مامانش اینا. وقتی میره خونه خودش، دوستش بابی میاد و درباره شکوندن شیشه ماشین و به هم زدن رابطش با باربارا حرف میزنن. بهش میگه موقع پرن دیدن مچشو گرفته و اونم ولش کرده. بابی باورش نمیشده به خاطر همچین مسئله‌ای بوده. جان بعد از کلاسش استرو میبینه. همونجا تو ماشین خودشون میرن تو کار ساختی پرن مشتی. بعدش یکم با هم حرف میزنن و استر میپرسه آخرین باری که پرن ندیده کی بوده. تا حالا به کنار گذاشتنش فکر کردی؟ جانم میگه هر موقع که بخواد میتونه بذارتش کنار. میگه چون از تماشاش لذت میبره میره سراغش. استر میپرسه بدون پرن میتونه خود ارضایی کنه؟ روز بعد جان سعی میکنه پرن نبینه، اما مقاومت واسش سخته. عصر استر میبینه و با هم میان خونه. بهش میگه این هفته پرن ندیده، اما بدون تماشای اون نتونسته خود ارضایی کنه و قبول میکنه که بهش اعتیاد پیدا کرده. استر میگه به خاطر همینه که پرن دوست داره، چون هیچ وقت توی رابطه سعی نکرده طرف مقابل بشناسه و درک کنه و فقط جنبه فانش واسش مهم بوده. بعد از حرفاشون استر بهش میگه با هم برن دوش بگیرن، اما وقتی زنه میره حولش رو برداره شروع میکنه گریه کردن. جان دلیلشو میپرسه، اونم میگه همسر و بچهش رو توی تصادف از دست داده. بعد از اینکه یکم حرف میزنن میرن سراغ حال و حول. این بار جان خیلی از رابطش لذت میبره، چیزی که هیچ وقت واسش اتفاق نیفتاده بوده. در نهایت هم دیگه پر نمیبینه و خیلی سرحاله. بعدش هم موقع نهار به خانواده‌اش میگه رابطه‌شو با باربارا به هم زده. مامان و باباش عصبانی میشن، اما خواهرش سپورتش میکنه و طرف اونو میگیره. بعدش هم بهشون میگه طرف اصلاً دختر جالبی نبوده و به درد جان نمیخورده. اون دختر فقط کسی رو میخواسته که ازش سوء استفاده کنه و هر چی خودش میگه همون باشه. جان از حرفای خواهرش خیلی خوشحال میشه. یه روز جان باربارا رو میبینه و معذرت خواهی میکنه که مسئله پرنو ازش قایم کرده بود. اونم میگه فقط یه چیزی از جان میخواست و اونم نتونسته برآوردش کنه. جانم میگه اتفاقا موقعی که توی رابطه بودن خیلی چیزا ازش طلب کرده و این که میخواد زندگیشو طبق میل خودش پیش ببره. دخترم که زایه میشه میره. آخر فیلم نشون داده میشه که جان وقت بیشتری با دوستاش میگذرونه و دیگه پر نمیبینه. همینطورم با اینکه استر از جان بزرگتره، اما با هم قرار میذارن و رابطه خیلی خوبی دارن. ممنون که تا اینجای ویدیو با ما بودید. لطفاً لایک و سابسکرایب یادتون نره.